مدرسه؟ اونا خیلی خوشحالن. منم الان خیلی خوشحالم. در واقع شما داری به همه ما کمک میکنی. چجوری؟ شما دستی کنید به ما کمک کنید، سلامت تو که پیدا کنید ما خیلی خوشحالیم. نه علی زمین خواه ادامه بدیم؟ دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. نه حالا من یه سوال دیگه از وقت خواهم بکنم. مدرسه چه حرفی داری با این عزیزان؟ خب دعا میخوانم هرچی از خدا میخوانم خدا بهتون بده چیزی که همچه شادی داشته باشید. مدرسه خودت چه آرزویی داری بر خودت؟ من دوست دارم که همیشه را بیافتم مثل بچه های دیگه بدو هم بیافتم همینطوری که دارم براتون تعریف میکنم. خوشحال شدم از دیدنتون. دستتون درد نکنه. همگی نفسشون هم بالا بودن از این شهر کردن. با صحبت‌های محمدسه و حمیدرضا من فکر می‌کنم تبسم خداوند رو ما اینجا دیدیم. در این قسمت از برنامه از جناب آقای منصوریان مؤسس و بنیانگذار دو انجمن خواهش می‌کنیم وقتشون رو در اختیار ما بذارن. سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید. حضورم ازتون قبول. انشالله که تا این لحظه احساس کرده باشین همکارای عزیز ما چگونه 10 سال با این بچه ها کار کردن، با عشق کار کردن، دوست داشتن، به کارشون اعتقاد داشتن. کاری که دل میکنه دست نمیکنه، کاری که عشق میکنه پول نمیکنه. بسیاری از بچه های ما امروز رتبه های اول مدارس رو، نه مدرسه استثنائی که مدارس عادی رو به خودشون اختصاص دادن. همونجور که دوستان مدارس شما گفتن ما یه مدتی میرفتیم تو مدارس دیگه به تهران و تو دانشکده ها و تو سربازخونه ها و تو کارخونه ها، اونجا راجع به آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کردیم. کم کم به گردش نرسیدیم. 2 تا مدرسه 3 تا مدرسه رو یه جا کردیم. اون یه مدرسه جا نداشت، رفتیم تو مسجدا جا نداشت، رفتیم تو مصلای شهر ری. دیدیم بازم به گردش نمی‌رسیم. خط هاتلاین رو تأسیس کردیم و خط هاتلاین در حقیقت به ما یک نگاه نوی رو به جامعه داد. اون که زن تو جامعه ما چقدر غریبه، چقدر تنهاست، به خصوص زنی از این قشر، زنی که اصلا نمیدونسته شوهرش HIV مثبت شده در اثر اینکه ورشکست شده رفته زندان. گفتم
بیه اسم پسرت رو که خیلی دلت براش تنگ شده رو دستت خالکوبی کنی، ولی با اون سوزن قبلا یکی که اچ‌آی‌وی مثبت بوده دستش رو خالکوبی کرده بوده و وقتی میاد مثلا ملاقات شرعی یا میره آزاد میشه و ملاقات بهش مرخصی مقطعی بهش میدن، زنش رو آماده میکنه که 10 سال بگذره و هیچ آثاری از این بیماری در کسی دیده نشه، ولی با هر کس تماس جنسی بگیره اون رو آلوده میکنه. از این جایی که تو دنیا این پدیده رو بیشتر طریق جنسی میشناسنش، من این اصطلاح رو گاهی به کار میبرم، مادران یتیم ایدز تحت پوشش انجمن ما به مثابه گرگان دهان آلوده یوسف ندریده هستند. مثل این دخترم خانم سیدی، سیده پاک پاک، هیچگاه نمازش پاک نشده، اینجا با شما با زبان روزه صحبت میکنه. آخه او چه گناهی داره که خون آلوده از فرانسه وارد این کشور میشه و به شوهرش که هموفیله تزریق میشه و این مبتلا میشه و بچهش و دیگه. حالا ببینید، جا داره که من دست داوطلبین انجمن رو ببوسم، دست نیکوکارانی که گاهی اوقات اتفاق میفته. بگذارید این واقعیت من بگم، به خصوص مادران سلامت ما میدونن که گاهی اوقات تعداد کسانی که حاضر هستن یه بچه رو آداپت کنن، یه بچه رو هزینهش رو که ماهی 100 تومنه تأمین بکنن، از تعداد بچه هامون بالا میزنه. ولی چه کنیم؟ اگر چه ما در سطح ملی کار میکنیم، یعنی مثلا از زابل ما 4 تا بچه داریم، ما از گنبد کابوس داریم، ما از شهرهای مختلف ایران داریم کیس، ولی که این انگ اجتماعی که به پیشونی اینها هست نمیذاره اینا طبیعتا اونجور که باید و شاید تو جامعه ظاهر بشن. و ما از اونها بی اطلاعیم. ما از شما تقاضا میکنیم به ما کمک کنیم بتونیم در هر نقطه ایران اگر کودک یتیم ایدز وجود داره به مؤسسه ما معرفی بشه. ما یه بچه رو 80,000 تومان، دو نفر رو 2 تا بچه رو 100,000 تومان، 120,000 تا 200,000 تومان در ماه می‌پردازیم. از هیچ سازمان دولتی و غیر دولتی هم کمک دریافت نکردیم. دست شماها درد نکنه که تا امروز ما رو نیازمند این که پیش دیگری دست دراز بکنیم نپسندیم. من وظیفه خودم میدونم، از شما تشکر. میدونیم بعضی از عزیزان این مادران سلامت بعد از اینکه به مؤسسه شما پیوستن شاغل شدن، خونه خریدن، حتی ازدواج کردن مجددا. آیا واقعا این لذت بخش نیست برای شما در این شب عزیز با خبر بشین با صدقات شما صدقات ریشه صدق میاد، از چی راستی میاد؟ شما این لطف به ما کردید، در حقیقت به خودتون کردید. محدثه احتیاج نداره من دستور رو بگیرم، مدیر عامل انجمن توانیاب هستند که نیازمند این هستند که محدثه دستشون رو بده به خانم جوزا تا خانم جوزا بلند شه. اینو بدونید، نیکوکاری یک همچین فلسفه‌ای داره.